هموطنان و بینندگان عزیز سیمای آزادی، با تحولات میهنمان خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. مقاومت ایران اعدام جنایتکارانه دو برادر زندانی سیاسی رزگار حبیب الله و علی افشاری 26 و 34 ساله که سحرگاه پنجشنبه 30 بهمن در ارومیه به دار آویخته شدند را قویا محکوم نموده و به خانواده آنها و به عموم مردم کردستان به ویژه جوانان مبارز این خطه تسلیت گفت. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در این باره آمده است: تردیدی نیست که شهادت جوانان این مرز و بوم به دست فاشیسم دینی حاکم بر ایران تنها اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم ضد بشری را دوچندان می کند. مقاومت ایران از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و عموم مراجع و ارگانهای حقوق بشری خواستار محکومیت این اعدامهای وحشیانه و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا علیه نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر در ایران و به خصوص نجات جان دیگر زندانیان سیاسی در معرض اعدام است. برادران افشاری از اهالی مهاباد در اوائل سال 1390 همراه با دو برادر دیگر خود جعفر و ولی افشاری دستگیر و ماها تحت شکنجه قرار گرفتند و در بیدادگاه های رژیم آخوندی به اتهام آخوند ساختی محاربه به اعدام محکوم شدند. علی افشاری که در هنگام دستگیری بر اثر گلوله نیروهای سرکوبگر زخمی شده بود، به خاطر عفونت زخمهایش در شرایط وخیمی به سر می برد. اما دشخیمان از حداقل رسیدگی های پزشکی به او خودداری می کردند. آنها از جمله زندانیان معترض در اعتصاب غذای زندانیان سیاسی کرد در زندان ارومیه بودند و به همین خاطر بارها توسط دشخیمان رژیم تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب احکام اعدامشان اجرا خواهد شد. جعفر و ولی، دو عضو دیگر خانواده افشاری، همچنان در زندان به سر می برند. خبرهای پیرامون بحران اتمی رژیم آخوندی. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم همزمان با دور جدید مذاکرات اتمی در ژنو گفت: مذاکرات در مرحله جزئیات است و در مورد کلیات بحثی صورت نمیگیرد. راجع به جزئیات غنی‌سازی و به خصوص جزئیات رفع تحریم ها در حال مذاکره و گفتگو هستیم که این دو حوزه بسیار کار میبرد. و در پاسخ به سوالی درباره علت تاکید اخیر خامنه ای در مورد یک مرحله ای بودن توافق گفت: توافق که حتما باید یک مرحله ای باشد. ما اصلی داریم که هیچ توافقی وجود نخواهد داشت تا زمانی که نسبت به همه موارد توافق صورت گرفته باشد و این اصل را در ابتدای مذاکرات ژنو نیز اعلام کرده ایم. عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه رژیم که مشغول مذاکره با هیئت‌های آمریکا و اروپا در ژنو است، گفت: الان در شرایطی هستیم که باید وارد جزئیات بشیم و به خصوص که قصد و نیت ما این هستش که حتما توافق نهایی اگر بهش برسیم مجموعه کلیات و جزئیات همه یک پارچه باشه، یعنی اون توافقی که دو مرحله باشه قطعا همونطوری که میدونید نخواهیم داشت. مسلما قد توافقی رو خواهیم داشت که در یک جا صورت خواهد گرفت. برابر این مجبور هستیم که وارد همه جزئیات در همه مراحل بشیم. رفسنجانی به نفرت مردم از آخوندها و شرکت نکردن مردم در راهپیمایی‌های نمایشی حکومتی اعتراف کرد. او گفت: وقتی اوضاع کشور با گرانی‌ها، دعواها، مجادلات سیاسی و فسادهایی که شکل گرفته بد شود، خیلی‌ها از روحانیت زده می‌شوند و بی‌تفاوتی‌هایی در آنها پیدا می‌شود. رفسنجانی افزود: نگرانی هایی پیش می آید که مبادا به خاطر شرایط و وجود بعضی از مشکلات و بعضی مواضع و مشکلات سیاسی و اقتصادی مردم دل زده شوند و دیگر در راه پیمایی ها نیایند. البته می دانم کسانی دل زده هستند و نمی آیند. ما که نمی گوییم همه مردم آمدند.
در جریان جنگ باندهای درونی رژیم بخشی از کسری بودجه بزرگ دولت آخوند روحانی به بیرون درز کرد. همزمان دولت روحانی تلاش می‌کند ورشکستگی کنونی رژیم را به دزدی‌های نجومی و ولخرجی از درآمدهای افسانه‌ای دولت ماقبل خود نسبت دهد. گزارشی داریم در این باره. احمد توکلی نماینده مجلس ارتجاع اعلام کرد بودجه سال آینده 89 هزار میلیارد تومان یعنی به اندازه 41% کسری دارد. احمد توکلی گفت کسری بودجه ظاهراً صفر است. اما اگر درآمد مالیاتی را از کل منابع کم کنیم و مانده را با هزینه‌ها مقایسه نماییم، کسری واقعی در لایحه آشکار می شود. به گفته این عضو مجلس رژیم، کسری بودجه در لایحه پیشنهادی دولت نزدیک به 105 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در کمیسیون تلفیق مجلس به 89 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی 41% منابع عمومی دولت. همچنین آخوند علی اکبر ناطق نوری که رئیس بازرسی دفتر خامنه ایست گفت وضعیت بودجه دولت حسن روحانی در شرایط بحرانی قرار دارد و خزانه دولت خالی است. دولت 11 بودجه سال آینده را بر اساس هر بشکه نفت 74 دلار بسته بود که در حال حاضر قیمت نفت بشکه 40 دلار است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی میگوید که 700 میلیارد دلار از دارایی های کشور طی 5 تا 6 سال خورده و قورت داده شده است. روزنامه دولت موسوم به ایران با تیتر اتلاف درآمدهای افسانه‌ای در دولت گذشته اضافه کرد دولت 11 زمانی وارد کار شد که دوران طلایی درآمدهای سالانه بیش از 100 میلیارد دلاری به پایان رسیده بود. درآمدهای هنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصره دور نظام کشیده شده بود. در این رابطه یک سایت اقتصادی رژیم فهرستی از کمک‌های گسترده دولت پاسدار احمدی نژاد به برخی از کشورها به منظور پیشبرد سیاست صدور ارتجاع را منتشر کرد. مطابق این افشاگری کمک‌های 330 میلیون دلاری به پاکستان، 7 میلیون دلاری به سنت وینسنت، 350 میلیون دلاری به نیکاراگوئه و همچنین کمک‌هایی به عراق و بولیوی تنها چند مورد از امتیازهای مالی دولت سابق به کشورهای دیگر است. این تنها گوشه‌ای از دزدی‌های کلان در رژیم آخوندی است که در جریان جنگ گرگ‌ها در رأس رژیم افشا شده است. به تازگی یک عضو مجلس گفته بود که فساد در همه ارگان‌های حکومتی وجود دارد. وزیر کشور دولت آخوند روحانی تلویحاً به نقش ارگان‌های حکومتی در قاچاق مواد مخدر اعتراف کرد و گفت بخشی از پول قاچاق مواد مخدر وارد عرصه سیاسی رژیم شده و در نمایشات انتخاباتی صرف می شود. رحمان فضلی در جلسه سرکردگان پلیس مواد مخدر گفت گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور سالانه 20 هزار میلیارد تومان است و بخشی از این پول وارد عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت می شود. این میزان پول معادل 2/3 بودجه عمرانی است. وی از یک فقره کمک 2 میلیارد تومانی برای یکی از کاندیداها نام برد و افزود پولهای ناشی از قاچاق مواد مخدر در تمامی بخشها نفوذ میکند. نقش ارگانهای رژیم در قاچاق مواد مخدر به حدی روشن است که حدود 3 سال پیش دولت آمریکا نام برخی از سرکردگان سپاه پاسداران را در فهرست قاچاقچیان مواد مخدر وارد کرد. دیوید کوهن معاون وقت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز با استناد به مدارک به دست آمده اعلام کرده بود که نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران نه تنها به قاچاق مواد مخدر کمک می‌کند بلکه از این همکاری برای پیشبرد فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند. نجف نژاد عضو مجلس ارتجاع در جلسه علنی امروز مجلس نسبت به عواقب گرانی سرسام‌آور هشدار داد و تکرار کرد که دولت برای کسب درآمد دست در جیب مردم می کند. در شرایط کنونی وضعیت مردم از زندگی و امرار معاش خوب نیست. گرانی بر زندگی مردم سایه افکنده و بسیارند خانوارهای محترمی که
در مضایق سخت اقتصادی دارن زندگی میکنن و به قول معروف با سیلی صورت سرخ نگه میدارن. در این شرایطی که مردم در فشارن، مردم ندارن، مردم دارن سخت زندگی میکنن، بگذاریم یه مقدار نفس راحت تری بکشن. این که منطقی نیست که ما اگر نیاز داریم در رابطه با یک موضوعی به هر حال دولت تدبیر کنه و بخواد هزینه تراشی کنه، بخواد دست بذاره تو جیب مردم، از جیب مردم هزینه کنه، از جیب مردم برداشتایی داشتیم، آب گران بشه، برق گران بشه، گاز گران بشه، حالا اومدیم گفتیم لوازم صوتی تصویری و دیگر چیزها هم گران بشه. واقعا شرایط سخته. با خبرهایی از عراق و منطقه اخبار را ادامه می‌دهیم. دکتر عیاد علاوی معاون رئیس جمهور عراق اعلام کرد افزایش قتل و کوچ اجباری مردم توسط شبه نظامیان فرقه‌گرا در استان‌های سنی به دلیل وخامت اوضاع امنیتی در کشور است. به گزارش تلویزیون الرافدین، علاوی افزود تنها راه برای متوقف کردن تجاوزات شبه نظامیان و رهایی از پدیده میلیتاریزه کردن جامعه، آشتی ملی در کشور و اصلاح ساختار نهادهای نظامی است و این تنها راه از بین بردن شبه نظامیان است. به گزارش تلویزیون الحره، ده ها روزنامه‌نگار اقدام به برپایی یک گردهمایی اعتراضی در میدان آزادی در مرکز بغداد کردند. هدف از این گردهمایی محکومیت ضرب و جرح تعدادی از روزنامه‌نگاران دیروز جمعه در ساختمان مرکز مطالعات استراتژیک نهرین از دوایر دولتی وابسته به امنیت ملی عراق بود. تجمع کنندگان خواستار آن شدند که عناصر امنیتی که بدون هیچ دلیلی اقدام به حمله و ضرب و شتم همکارانشان کرده اند مورد حسابرسی قرار گیرند. یک گزارشگر به الحره گفت 25 خبرنگار را شکنجه کردند. یکی از آنها می گفت کسانی که مثل داعش بودند به سینه‌ام ضربه زدند، مرا کتک زدند و روی دو پایم راه می رفتند. به افسود این اقدامات ناشی از یک طرز تفکر است و به اعتقاد من داعش همین هایی هستند که در بین خود ما هستند. انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف بغداد 24 کشته و مجروح بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون التغییر، منابع پزشکی اعلام کردند انفجار یک بسته انفجاری در نزدیکی یک قهوه خانه در منطقه الوردیه در شهرستان مدائن در جنوب بغداد از جمله این انفجارها بود. کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل خواهان تشکیل یک دادگاه ویژه اضطراری برای رسیدگی به جنایت در سوریه شد و اعلام کرد اسامی صدها تن از مظنونان به جنایت جنگی در سوریه را در فهرست محرمانه ثبت کرده و قصد دارد این اسامی را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در 17 مارس منتشر کند. بازرسان در این گزارش که مجموعه ای از تازه ترین مدارک مستند نقض حقوق بشر مانند شکنجه، تجاوز و کشتار است، تاکید کردند جامعه جهانی نتوانسته به وظیفه خود در حمایت از غیر نظامیان در سوریه عمل کند. در این گزارش با اشاره تلویحی به رژیم های ایران و روسیه به عنوان حامیان رژیم اسد آمده است پشتیبانی مستمر حامیان بین‌المللی از رژیم سوریه از طریق ارسال تجهیزات نظامی، آموزش و مشاوره به رژیم اسد کمک کرده تا با رویکرد نظامی امنیتی و کاربرد قهرآمیز نیرو به سرکوب ادامه دهد. هشام مروه نایب رئیس ائتلاف ملی سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست با صدور قطعنامه الزام‌آور رژیم ایران را مجبور به خارج کردن نیروهایش از سراسر خاک سوریه کند و تاکید کرد تا زمانی که شبه نظامیان و اشغالگری رژیم ایران در سوریه ادامه دارد هیچ افقی برای رسیدن به راه حل سیاسی در سوریه وجود نخواهد داشت.
نایب رئیس ائتلاف افزود سپاه پاسداران رژیم ایران در جنوب و شمال سوریه به طور علنی حضور دارد و این به معنی اشغالگری آشکار و اشغال وقیحانه سوریه توسط رژیم ایران است. حضور این نیروها ناقض همه معاهدات و عرفها و قوانین بین المللی است. نظامیان اسد و شبه نظامیان حزب الشیطان در یک جنایت جنگی دیگر 48 تن از اهالی شهرک رتیان در شمال حلب را به طور دست جمعی قتل عام کردند. به گزارش تلویزیون الجزیره، اپوزیسیون سوریه اعلام کرد یک قتل عام را در شهرک رتیان در شمال حلب بعد از عقب نشینی نیروهای اسد از آن کشف کرده است. رزمندگان سوری 48 جسد را یافتند که اکثر آنها از اهالی این روستا هستند و در میان آنها تعداد زیادی زن و کودک و افراد مسن دیده می شود که همه آنها را سه شنبه گذشته نیروهای اسد در حمله به این منطقه بازداشت کرده بودند. عبد ربه منصورهادی رئیس جمهور قانونی یمن بعد از چند هفته بازداشت خانگی به طور مخفیانه از صنعا خارج شد و به عدن رسید. عدن دومین شهر بزرگ یمن و دژ مخالفان حوثی‌ها در جنوب یمن به شمار می رود. گزارشگر الجزیره گفت بعد از خروج منصورهادی از صنعا حوثی‌ها به خانه او حمله کردند و 3 تن از محافظان او را مجروح کرده و دست به غارت خانه او زدند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در نخستین سفر خود بعد از قرار گرفتن در این منصب امروز وارد افغانستان شد. آسوشیتد پرس گزارش داد هدف اشتون کارتر در این سفر دیدار با نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان، ملاقات با مقام‌های این کشور و ارزیابی خطرات عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان به لحاظ امنیتی می باشد. با یک گزارش علمی اخبار این ساعت را به پایان میبریم. یکی از نایب رئیسان شرکت گوگل هشدار داده است اسناد و اطلاعات دیجیتال که امروزه بر روی کامپیوترهایمان در اختیار داریم ممکن است با توجه به پیشرفت و تغییر تکنولوژی برای همیشه از بین برود. که به عنوان یکی از پدران اینترنت شناخته می شود بر این عقیده است که اگر تغییرات جدی صورت نگیرد این تهدید وجود دارد که در آینده اطلاعات زیادی از تاریخ معاصر را از دست بدهیم. به گفته او با گذشت زمان ممکن است آرشیوهای بزرگی از اطلاعات دیجیتال داشته باشیم ولی نتوانیم از محتوایش مطلع باشیم، چرا که به دلیل از دور خارج شدن نرم افزارهای کنونی امکان دسترسی به آنها وجود نخواهد داشت. او میگوید ما داریم همه داده‌هایمان را جایی قرار می‌دهیم که می‌تواند به یک حفره سیاه اطلاعات تبدیل شود. وقتی به میزان اطلاعاتی که ما روزانه به صورت دیجیتال ذخیره می‌کنیم فکر کنید، همچون تبادلات ایمیلی، توییت‌ها و کل وب جهانی، روشن است که ما در معرض از دست دادن حجم وسیعی از تاریخ خودمان هستیم. وین سرف بر این عقیده است که اگر می خواهیم این اطلاعات دیجیتال را حفظ کنیم باید اطمینان حاصل کنیم که آنچه امروز تولید می کنیم بتواند در آینده نیز قابل پردازش باشد. راه حلی که برای رفع این مشکل پیشنهاد شده عکس برداری از محتوا، نرم افزار و سیستم عامل همزمان با اشعه ایکس است. تحقیقات در این باره که نسخه خطی دیجیتال نامیده می شود مکنون در دانشگاه کارنگی ملون آمریکا ادامه دارد. بینندگان گرامی، اخبار این ساعت در اینجا به پایان رسید. تا بخش بعدی خبر با شما خداحافظی میکنیم. با آرزوی پیروزی و موفقیت برای همگی شما. سلام.